سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار قراره طبق قولی که بهتون داده بودم یه آموزش کوچولویی بذارم برای اینکه چگونه با کمترین امکانات در کمترین زمان بتونید تامنیل بسازید. راستش رو بخواید من تمام کارام، تمام ادیتام از تکست روی عکس گذاشتن گرفته تا زیرنویس کردن ویدیوهای اینستاگرام. طی این تقریبا 2 سالی که تولید محتوا میکردم و میکنم، تمام ادیتایی که تا حالا انجام دادم، چه عکس بوده، چه فیلم بوده، چه ویدیو، هر چی که بوده، با گوشی بوده، با گوشی سامسونگ بوده. نرم‌افزاری مثل فتوشاپ و پریمیر و این داستانا رو اصلا ندارم روی لپتاپ، نه بلدم ازشون استفاده کنم. باشه بخواید، یه سری از بچهای سابسکرایبر یوتیوب ظاهرا خوششون اومده بود از سبک تامنیلای من بهشون قول دادم که یه ویدیو میسازم، سعی میکنم توش به نحو احسن همه چیزی که بلدم رو یاد بدم و امیدوارم ویدیو به کارتون بیاد. فقط یه نکته ای رو که باید بگم اینه که معمولا یوتیوبرای بزرگ فارسی زبون یا حالا یوتیوبرای بزرگ دنیا، چیزی که من ازشون شنیدم تو ویدیوها اینه که میگن برای هر تامنیل بین 1 تا 2 ساعت وقت میذارن، معمولا میانگینشون، و تامنیلی که من میسازم بین 10 تا 15 دقیقه معمولا میانگین وقت میذارم، و این تفاوت زمانی قطعا توی کیفیت کار هم خیلی تاثیر داره و مطمئنا هرچی بیشتر وقت بذارید کیفیت بالاتر میره. هرچی نرم افزارهای خفن‌تر و بزرگتری مثلا فتوشاپ رو اگه استفاده کنید یاد بگیرید، قطعا کیفیت کارتون میتونه خیلی بالاتر بره، پتانسیل بالاتر رفتن رو داره. ولی خب اگه میخواد فقط کارتون را بیفته و برای شروع کار بتونید تامنیلای خوب بسازید که ویور رو جذب کنه و اون منظور ویدیو رو برسونه به مخاطب، این ویدیو شاید بتونه کمکتون کنه. مخلصم، دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم که ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. خب آقا، همینطور که میبینید من یه گوشی سامسونگ دارم توی تصویر و 5 تا اپ که یکی از اون اپ ها رو همون اول که گوشی رو میخرید تو گوشی داره، اپ مرورگر اینترنت، و اپ دومی که استفاده میکنم ماگ لایف، همون اپی که من باش صورتامو کارتونی میکنم، و اپ سوم شاید بهترین و پر استفاده ترین اپیه که من تا تو عمرم داشتم، متن نگار کاملا فارسی، کاملا ایرانی، خداست اینم، یعنی به شدت کارتون رو میندازه. اپ بعدی پیکسلره که برای افکت دادن و ادیت کردن عکس، و اپ بعد از اون بک‌گراند اریزره برای درست کردن فایل های پی ان جی، برای مثلا بخوایم از من یه عکس بگیریم بعد گردن به پایینم رو مثلا کات کنیم فقط کلم باشه. اینا همه رو بهتون یاد میدم. اول بریم سراغ یه وبسایت. یه وبسایتی که میخوام بهتون نشون بدم وبسایت freepik.com هستش. این وبسایت یه وبسایتی که استاک فوتو در اختیار ملت قرار میده، و اینطوری که شما میتونید اکانت بخرید و یه سری عکس ها رو از اونجا به صورت قانونی بگیرید و میتونید توی ویدیو، اینستاگرام، هر چیزی استفاده کنید. همه عکساش پولی نیست، ولی خب شاید 90-95% عکسایی که داره عکسای خوبش و با کیفیتش پولیه، ولی خب عکسایی که میتونید دانلود مجانی هم بکنید هستش. حالا چرا این وبسایت رو بعد میتونید استفاده کنید؟ وبسایت اینطوریه که شما یه سرچری داره، یه مرورگری داره همینطور که اینجا میبینید، و اینجا یه چیز شما سرچ میکنید و یه سری عکس مرتبط با اون میاد. مثلا شما یه احساسی رو سرچ میکنید، مثلا من سرچ میکنم surprised man، خب یعنی مرد سورپرایز شده، مرد متعجب، و یه سری عکس اینطوری میاد، یه سری آدم اسکل دارن رفتاری متعجب از خودشون نشون، اصلا این چیزی دیدن خفن بوده، سورپرایز شدن، متعجب شدن. حالا با استفاده از این عکس ها شما میتونید ایده بگیرید برای اینکه چطوری متعجب باشید. اگه نمیدونید ایده میتونید بگید، چیز آسونی، قطعا همتون میدونید حسای مختلف چیه، ولی خب شاید ندونید و بخواید ایده بگیرید که چطوری مثلا به چیزی اشاره کنیم، چطوری متعجب باشیم و این داستانا. و یه استفاده دیگه که میتونید داشته باشیم، میتونید این عکس‌ها رو دانلود کنید، مجانیاش، البته پولیاش، چون وبسایت‌های استاک اینطوریه که عکس‌ها رو به صورت عمده و خیلی ارزون می‌خرن و به صورت تکی و خیلی گرون‌تر به مشتری می‌فروشن، به هیچ وجه به نظر من ارزش نداره که اینجا اکانت بخرین و بخواید عکس‌ها رو پولی بگیرید. ولی خب مثلا بعضی عکس‌ها، مثلا این عکسی که می‌بینید این پولیه، بالای عکسی که بالاشون تاج داره پولین، ولی پایینش دو تا عکس می‌بینیم اینا مجانی هم. خب عکسای باحالی هم هستن.
اینا رو میتونید راحت استفاده کنید، دانلود خیلی 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 مجانی. وقتی رو گزینه دانلود کلیک میکنید دو تا گزینه میاد بالا، خریدنیه و پایینیش دانلود مجانی است. دانلود مجانی رو که بزنید یه گزینه میاد به اسم اتریبیوت، یعنی یه متنی برای شما مینویسه که تو این متن پایین میبینید که جلوش نشه کپی. شما اول انتخاب میکنید که این عکس رو برای کجا میخواید، برای وبسایت میخواید، برای نمیدونم مثلا ویدیو میخواید، برای کجا میخواید. ما ویدیو رو انتخاب میکنیم، بعد اون پایین یه متن که نوشته آپدیت میشه، تو این متن وبسایت رو نوشته، اسم عکاس رو نوشته و نوشته یه جوری خلاصه نوشته که من این عکس رو از این وبسایت گرفتم همچین چیزی، و اینو شما کپی میکنید میذارید توی دیسکریپشن ویدیوتون. قانونی و اخلاقیش اینه که شما این کارو انجام بدید، ولی اگه انجام ندید هم به ندرت پیش میاد که تامنیل کسی کپی رایت بخوره، دیگه انتخابش با خودتون. خلاصه من اینو دارم الان دانلود میکنم که بتونم کله خودم رو بزنم روش، چون به شدت آدم تنبلی ام، دوست ندارم از خودم 10 تا 20 تا عکس بگیرم با حس و حال مختلف، ترجیح میدم این کار انجام بدم. حالا یه اپ دیگه داریم به اسم ماگ لایف که من معمولا یه سلفی میگیرم و تو این اپ سلفیم رو به شکل‌های مختلف تقییم، مثلا ناراحت، عصبانی، خنده رو، زبون درازی، حس‌های مختلف، شکل‌های مختلف، قیافه‌های مختلف، همش هم کارتونی، چیزای باحالی دیگه تو ساملالم تاله دیدیم. وارد اپ متن‌نگار میشیم، پس زمینه رو انتخاب میکنیم، همون عکسی که الان دانلود کردیم. خب برش متن‌نگار رو انتخاب میکنیم، گزینه سمت راستی، و عکس رو پیدا میکنید توی گالریتون و میارید اینجا. و حالا اینجا شما باید سایز مخصوص تامنیل یوتیوب رو انتخاب کنید. یوتیوب سایز تامنیل های 16:9، یعنی اگه شما کوچیک یا بزرگ داشته باشید یا کلا قبول نمیکنه یا اینکه میزنه بیرون از کادر، یا خیلی کوچیکه برای کادر، اینکه میزنه بیرون از کادر و شکل مناسبی نیست، شکل جالبی نیست. فکر نکنم هیچ کدوم از شما بخواید تامنیلتون نصفش معلوم نباشه. پس سایز درست رو انتخاب میکنید. من بالا یه خورده اسپیس، یه خورده فضا گذاشتم چون میخوام کله خودم رو بزنم به کله بنده خدا و به خاطر اینکه یه حالت کامیکی داشته باشه، کله معمولا از بدن بزرگتره. خب میری قسمت برچسب، برچسب رو انتخاب میکنید که کله منو که از قبل درست کردم. اینا همه رو بهتون یاد میدم بعدن، اول ویدیو فقط میخوام بهتون نشون بدم سری که این تامنیل این ویدیو رو چطوری درست کردم. خب کلم رو یه خورده سایزش رو بزرگتر میکنم، میزنم روی این بدن دوست عزیزمون و قشنگ تنظیماتش رو میکنید و اون پایین یه قفل هست، اون قفل رو فعال کنید، بهتره که دستتون نخوره روی برچسب و اشتباهن تکونش بدید. حالا میرسیم سراغ متن. چون متنمون قراره چند رنگ مختلف داشته باشه و چند تا فونت مختلف هم داشته باشه، انگلیسی فارسی هم قراره بشه، جداگونه می‌نویسیم، یعنی هر خط رو جداگونه می‌نویسیم. کلی 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 فونت‌های مختلف داره این نرم افزار، به شدت عالیه، واقعا دم سازنده‌هاش گرم. یه فونت ماشین انتخاب کردیم، سایزش رو درست می‌کنیم، جاگیریش رو تنظیم می‌کنیم و مثلا اینجا باشه میزنیمش اینجا، بعد میریم خط بعدی. چگونه رو نوشتیم رفتیم سراغ خط بعدی. خب با کمترین امکانات و نه فکر کنم آره دیگه، چون این دو خط مثل همه، یعنی توضیح درباره ویدیو، یه صفتی روی تایتل ویدیو، بکنم هم سایز و هم رنگ باشه بهتر. دیگه اینا همه بستگی به سلیقه خودتون داره، اینا قاعده و قوانینی نداره، بستگی به سلیقه خودتون داره. خودتون فونت‌های مختلف رو امتحان کنید، رنگ‌های مختلف رو امتحان کنید، ببینید کدوم رنگ روی پس زمینه روی بک‌گراند میاد، کدوم رنگ به لباس خودتون، نمی‌دونم ریخت و قیافه خودتون میاد. این همه بستگی به سلیقه خودتون داره.
خب ما این رنگ رو انتخاب کردیم، میریم تامنیل رو هم بنویسیم و باز کلی فونت انگلیسی مشتی داریم اینجا تو این نرم افزار. یه اپ واقعا خفنه. خب اینم اینجا نوشتیم. دوره اینم دیگه این تنظیماتش رو فکر نکنم نیاز باشه بهتون یاد بدم، چون که فارسیه دیگه، خودتون یه خورده باش ور برید کاملا متوجه میشین که چی به چیه و هر کدوم چیکار میکنه. اندازه قاب رو هم بزرگتر میکنم، چون بعضی اوقات، یعنی بعضی اوقات که نه، اکثر اوقات اپش یه طوریه که قاب کوچیکتره برای نوشتار، و قاب رو که کوچیک، یعنی قاب رو اگه بزرگتر نکنید یه خورده از گوشه های متنتون کات شده، انگار گوشه هاشو بریدن، یه خورده حالت جالبی نداره. قاب رو بزرگتر بکنید، جا رو بیشتر باز میکنه برای متن، خیلی بهتر. و آخرش هم که می نویسیم درست کنیم علامت سوال و فونتش هم می کنیم مثل فونت باقی نوشته های فارسیمون، خورده بزرگترش هم کنیم بهتر باشه. خیلی بزرگ شد. خب خیلی بزرگه. اینجا دیگه خوبه دیگه، یه خورده بالاتر، درست. خب چگونه با کمترین امکانات در کمترین زمان تامنیل درست کنیم؟ حالا به نظرم خوبه دیگه، همه چیش میزونه. آره اینو سیو میکنید، ذخیره با کیفیت بالا رو همیشه بزنید عزیزان دل، و بعد HQ و بعد فایل رو بکنید JPEG و بعد ذخیره کنید. سایز دلخواه و اینا رو فعال نکنید، یا همون سایزی که خودش داره خوبه. و این فایل ذخیره شد به همین آسونی، به همین راحتی، و میاید بیرون از اپ. حالا وارد اپ پیکسلر میشیم. خب این عکس رو باز میکنیم وارد اون اپ، و یه خورده دیگه این افکت دادن و این تنظیمات و این داستانه بستگی به سلیقه خودتون داره همش. یعنی من الان اینو دارم طبق سلیقه خودم میذارم، خب بعد یکی با یه افکت دیگه حال کنه. کلی اوورلی داره این اپ، اوتو کانترست داره، نمیدونم انهانسمنت داره، برایتنس رو میتونیم ببریم بالا، کانترست رو بریم پایین بالا، هایلایت داره، شادو داره، نمیدونم کلی هر چیزی که توی ادیت عکس هست توی این اپ هست. و اوورلی هاشو همینطور که میبینید کلی انواع مختلف داره، خیلی متنوع. اپش خیلی خوبه، برای مدت خیلی 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 طولانی که من از این اپ استفاده کردم مثلا تبلیغ نداشت، تبلیغا رو جدیدن گذاشتن روش، واقعا دمشون گرم. خب کلی اوورلی مختلف داریم، من اینا رو خورده بهتون نشون بدم. یه نور پردازی و نمیدونم جینگولک بازیاش بستگی به سلیقه خودتون داره. باز یه سری لیست اوورلی دیگه داریم اینجا، خیلی لیست اوورلیاش زیاده، بیش از حد زیاده. یه سریاشو باید دانلود کنید کاملا مجانی، یه سریاش هم همون با خود اپ میاد براتون. خب نور پردازیش رو خورده باش بازی میکنیم ببینیم کدوم بهتره، کدوم مناسبتره، کدوم قشنگتر میکنه تامنیل رو. به نظرم جالب شد. افکت هایی که میبینید باز اون پایین هم، اون دایره هایی که میبینید هر کدوم توش 5-6 تا افکت بیشتر داره. افکت نمیدونم ماه و ستاره این داستانا که دیدید دانلود نشده بود، داشت دانلود میشد.
فعلا نمیذارم دانلود شه چون نیازی ندارم، نمیخوام روی عکس پیادش کنم، ولی خب بهتون دارم نشون میدم که چه چیزایی داره این. نه جالب نمیشه. خوب شد دیگه نظرم. اوکی. خب اینجا هم میتونیم نورش رو زیادتر کنیم. تنظیمات دستیه دیگه، تنظیمات اوتوماتیک نیست. وایبرنس رو ببریم بالاتر، هایلایت رو ببریم بالا پایین، شادو. خب حالا ببینیم چه تغییری کرد. اینا عکس اول که آوردیمش توی اپ این شکلی بود و شد این شکلی، به نظر من بهتر شد، ولی خب میگم دیگه سلیقه، این همه به سلیقه خودتون مربوطه. خب سیوش میکنید با بالاترین کیفیت، کیفیت مکس رو بزنید همیشه. از اپ پیکسلر هم خارج میشیم و حالا این تامنیل ما درست شد. خب حالا بهتون یاد میدم چطوری تامنیل های قبلی من رو بسازیم، مثلا با اون سبکی که برای بازی هم من استفاده میکنم. وارد اپ بکگراند اریزر میشید و اینجا اگه بخواید به صورت اتوماتیک بکگراند رو پاک کنید نمیشه، چون یه قسمت هایی از بدن اون بنده خدا هم رنگ بکگرانده و اونا هم باش پاک میشه. پس مجبوریم به صورت منوال و دستی، البته کاملا دستی، خیلی دستیش واقعا لذت بخشه. نمیدونم بعد شما هم همینطوریه نه؟ این چیزها رو پاک میکنی یه حس خوبی بهت میده. به صورت دستی گزینه منوال رو میزنید و هرچه دقت بالاتری داشته باشید براتون بهتره. من چون توی ویدیوس دیگه خیلی دقت نمی کنم. میتونید زوم کنید به این شکل و از نزدیک کار انجام بدید، خیلی حرفه‌ای، خیلی با دقت. آندو و ریدو هم داره خود اپ. اینجا رو ما پاک میکنیم. لبخند زیبایی داره دوستم، باباری کرد. اینجا رو اضافه زد. خب بعد اینجا میبینید که یه خورده از بک‌گراندش پاک نشده و اینا رو یه دور کلی پاک میکنیم. این دور تا دور رو سایزش هم بزرگ کردم که دیگه قشنگ هرچی هست بشوره ببره. و بعد که اینو دان بزنید، بعدش شما نرمی و لطیفی دور عکس رو انتخاب میکنید. پنج بزنید خیلی دیگه کوچیک میشه عکس، خیلی میبره از گوشه. مثلا دو یا سه بزنید خوبه معمولا، بازم بستگی به دقتتون موقع پاک کردن داره. بعد حالا میایین گوگل، وبسایت گوگل، مینویسید توش thumbnail background، یعنی بک‌گراند مخصوص تامنیل. خب هر چیزی بخواید تو این وبسایت هستش و کلی بک‌گراند آماده می‌بینید مخصوص تامنیلتون، که شاید خیلی هاشو توی یوتیوب فارسی، یوتیوب خارجی ها دیده باشید توی تامنیلاشو و یکیشو انتخاب میکنید. مثلا ما این یه چیز ساده انتخاب میکنیم و رو هر کدوم که کلیک میکنید باز می‌بینید پایینش کلی بک‌گراندهای مشابه داره. ما اینو انتخاب کردیم، دانلودش کردیم. حالا دوباره وارد اپ متن نگار میشیم، سایز 16:9 این رو آماده میکنیم به این شکل. خب میریم بیرون، میایم توی اپ پیکسلر و دوباره این عکسی که دانلود کرده بودیم رو انتخاب میکنیم، یه خورده ادیتش میکنیم که باز کاملا به سلیقه خودتون بستگی داره که میخواین چطوری ادیتش کنید.
یه ادیت خرچنگ قورباغه علکی کشکی کشکی میزنیم و روش یه قاب میذارید. خب کلی قاب داره، گزینه یکی مونده باخر پایین مخصوص قابه، یه قاب انتخاب میکنید. این بدک نیست، همین انتخاب میکنیم، سیو میکنیم، میایم بیرون. من دیگه ادیت ندادم زیاد، روش ادیتار علکی زدم فقط برای که ببینید داستان چیه. خب سیف شد، حالا برمیگردیم توی اپ متن نگار و یه برچسب جدید باز میکنیم. خب اون عکس رو انتخاب میکنیم، میاریم روی صفحه، بزرگترش میکنیم، قسمت چرخش یه خورده نیمچه میمچه میچرخونیمش، جاگیریش رو مناسب تر میکنیم، یه خورده گوشه سمت راست گوشی زده از صفحه بیرون، ولی خب خود عکس اینطوری نیست دوستان. و آره، حالا یه برچسب جدید باز میکنیم، یه عکسی که من از اینترنت گرفتم، این کاراکتر رو شاید خیلیاتون بشناسین، کاراکتر سریال مخوف سوت، اینو میذاریم اینجا به این شکل، جست کچه الواری ترتمیز جناب هاروی. و بعد یک برچسب دیگه باز میکنیم، این یکی کله همین دوستمونه که توی اپ بکراند ریزر درستش کردیم و کله این بنده خدا رو میذاریم رو بدن هاروی به این شکل. خب اینطوری خوبه. خب عالی شد. بعد فرقی نکن. حالا متنمونو می‌بینیم چطوری تامنیل بسازیم، تامنیل درست کنیم. علامت سوال 50 تا علامت تعجب. سایزشو درست میکنید، رنگشو دوست داشتید تغییر میدید، دورش حاشیه میذارید، دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. و ما مثلا یه حاشیه سفید مشکل مشکل بزنیم دورش، قلمش هم همون قلم ساده است، فونتشو تغییر ندادیم. و حالا این رو هم، این فلشه که میبینید رو هم میتونید از گوگل سرچ کنید، مثلا ارو، گرین ارو، نمیدونم رد ارو، یلو ارو، هر رنگ فلش اروی که بخواید براتون پیدا میشه توی گوگل. و اگه فایل پی ان جیش نبود که دورش خالی نبود، میتونید تو همون نرم‌افزار بک‌گراند ریزر خودتون پی ان جیش کنید و به این شکل استفاده کنید. بعد میاد قسمت برچسب، برچسب آنلاین. اینجا صورتک داره خود اپ، صورتک همون ایموجی یا ایموت خودمونه. بعد یه چشم قلبی آوردیم این وسط، حالا میخوایم اینو ببریم زیر اون قاب عکسه، به این شکل تنظیمش میکنیم، تایید رو میزنیم و اینجا باشه خوبه. اون بالا کنار قفل چند تا لایه رو میبینید رو هم دیگه، اونو که بزنید وارد اینجا میشید. خب بعد کافیه اون صورتک رو بگیرید بکشید پایین، از سمت راست باید بگیرید رو این سه تا خطا بکشید پایین و اون زیر قرار میگیره. خیلی راحت، خیلی آسون، این اپ فوق‌العاده است. و بعد ذخیره میکنید و جیپیگ رو انتخاب میکنید و تمام. اینم از این. مرسی که ویدیو رو دیدید، امیدوارم به کارتون اومده باشه، استفاده کرده باشید. دوستان عزیز دمتون گرم. و بعد هم همینطور که میبینید
میایم پیکسلر و یه خورده افکت و نورپردازی این داستان رو اضافه میکنیم بهش که دیگه اون باز برمیگرده به سلیقه خودتون. عزیزان دل، مرسی که ویدیو رو دیدید، عشق منید، دمتون گرم، امیدوارم واقعا به کارتون بیاد، لذت برده باشید، استفاده کنید و اینکه دم کسایی که این نرم‌افزار رو ساختن واقعا گرم، دعا کنید براشون. بعد دیگه اگه سوال دیگه ای داشتید توی کامنت ها بگید، من اگه در توانم باشه، اگه خیلی سخت نباشه توضیحش، سعی میکنم برای اونام ویدیو بسازم، ولی خب دیگه اگه خیلی سخت یا خیلی آسون باشه که توی گوگل راحت بتونید سرچ کنید پیدا کنید، ترجیحا خودتون برید بگردید، چون هر چیزی بخواید بچه ها توی سرچ یوتیوب، سرچ گوگل پیدا میشه. واقعا جواب سوالاتون رو گرفتن سخت نیستش، یه خورده باید تلاش کنید، یه خورده بجنبید و به هر چیزی که بخواید میرسید. عزیزان دل، مرسی که ویدیو رو دیدید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مخلصم تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.